بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و بخشاینده. سلام شاگردای عزیز و دوست داشتنی، امیدوار هستم صحت کامل برخوردار باشین و درس گذشتهتان هم با خود خوانده باشین و هم کار خانگیتان انجام داده باشین. به می امیدواری درس امروز بخیر آغاز میکنیم، البته یک جا با هم درس پیش میبریم و خدا کنه که شما باز هم مواد درسی مثل همیشه قلم، کتابچه و کتاب تاریخ صنف هفته با خود داشته باشین که نکات مهمه که در جریان درس یادآور میشیم شما با خود یادداشت بکنه. خوب شاگردای عزیز، امروز هم فصل دیگه از کتاب خدا آغاز میکنیم که فصل چهارم کتاب تاریخ صنف هفتم هست و در این فصل ما شما تاریخ اسلام مطالعه خواهد کردیم که اولین درس این فصل ما اوضاع عربستان قبل از اسلام است. پیش از اینکه شاگردای عزیز و دخترای خوب درس خود آغاز بکنیم، البته اهداف هم برای ازی درس تعیین کردیم که تا ختم درس ما شما باید به این اهداف برسیم و این اهداف را به دست بیاریم. ببینین این اهداف ما بر شما معرفی میکنم و برتر میخوانم که این اهداف که برای درس امروز تعیین شده چی هست. چون در اول گفتیم صنف ما صنف هفتم، مضمون ما تاریخ و موضوع ما اوضاع عربستان قبل از اسلام است. اهداف آموزشی که برای ازی درس تعیین کردیم که تا ختم درس ما شما او را به دست بیاریم، یک، آشنایی شاگردان با اوضاع کلتوری عرب قبل از اسلام است، آشنایی شاگردان با پیام دینی مبین اسلام و اعتماد کامل و استوار به دین اسلام و سنت پیامبر برحق آن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این اهداف درس ما است که امروز ما شما تا ختم درس باید به این اهداف برسیم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه درس آغاز بکنیم، البته درس شما یک تصویر ما براتون نشان میدم، بسلا توجه بکنه در این تصویر شما چی را میبینن؟ بسیار خوب، بله، شما مردم را میبینین که در ساحات مختلف استاد هستن، مثلا چیزهای مختلف را پرستش میبینین. این تعداد نفر اینجا بت هست و اینا با بت سجده میکنن، پرستش میکنن. اینجا هم سنگ ساخته شده به شکل گوناگون، اینجا نفر میبینین که سجده میکنن. یعنی مردم قبل از اسلام چی میکنن؟ با خرافات روی آورده بودند، شرک می آوردند، بین بشرک عقیده داشتند و بت‌ها را که خودشان می ساختند پرستش می کردند. بسیار خوب شاگرده عزیز، ما شما حال درس خدا آغاز می کنیم، ببینیم که اوضاع عربستان قبل از اسلام چی گونه بود. البته قبل از ظهور دین مقدس اسلام، مردم عربستان و عده زیادی از کشورهای جهان با خرافات و شرک عقیده داشتند. هر قبیله بر خود بت می ساخت و او بت پرستش می کرد و عقیده داشتند. بعد زیادتر به چی؟ به موهومات و جادو، اینا زیاد ارزش قائل بودند چون مردم در جهل و نادانی زندگی می کردند. از لحاظ اجتماعی هم مردم در جهل و نادانی به سر می بردن، با یک دیگه خود اعتماد نمی کردن و با غلامان خود هم برخوردی غیر انسانی داشتن. شما می فهمید شاگرده عزیز، در او وقت مردم ها نیک پولدار اونا کنیز داشتن، غلام داشتن و یا در جنگ مثلا این غلام ها را اسیر می گرفتن و اونا را با خود نگاه می کردن، تمام کارهای شاقه و بالای نمی غلام ها انجام می دن و تا کارهای خانه را هم با واسطه نمی کنیزهای خود پیش می بردن. یعنی برخورد غیر انسانی با غلامان خود داشتند و زنان هم از هر گونه حقوق محروم ساخته بودند. حتی یک عده از خانواده ها زمانی که نوزاد دختر می بود، او دخترک زنده به گور می کردن. در بیان قشرهای غنی یا کسانی که پولدار بودند، انحرافات اخلاقی وجود داشت و برای به دست آوردن مال و منال از هر گونه عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی استفاده می کردن. قوانین صرف برای زورمندان بود
و چون اونا پولدار بودن همه چیز در اختیار خود داشتن. قوانین وضع شده یعنی پولدارا به ضد افراد مظلوم استفاده می شد یا او را به کار می بود. البته قوانین مروج از او زمان صرف به اساس عقد قراردادها میان سران قبایل بود. اعضای قبایل کسایی که در قبیله بود و با در این قراردادها اشتراک داشتند از هر گونه مسئولیت برخوردار بودند. حقوق خود به اساس اینمی قراردادها چی میکردن؟ حاصل میکردن و احترام هم در میان اعضای قبایل به اساس اینمی قراردادها بود. خب شاگرده عزیز، شما دیدین که قبل از اسلام اوضای عربستان به چی شکل بود؟ به چی گونه بود؟ چقدر ظلم بود؟ ستم بود؟ نابسامانی های اجتماعی بود؟ انحرافات بود؟ انحرافات اخلاقی بود؟ اما امینجاست که خداوند جل جلاله برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای از بین بردن اینمی نابسامانی های اجتماعی، ظلم، ستم، انحرافات اخلاقی برای همه انسان های کره زمین، البته توسط جبرئیل امین به واسطه حضرت مصطفی به واسطه جبرئیل امین دین مبین اسلام نازل می گردن. تا مردم حضرت مصطفی چی کرد که مردم به وحدانیت دعوت کرد، شرک و عبادت بت‌ها را منع قرار داد، عدالت اجتماعی، برادری و برابری را میان اهل اسلام به وجود آورد. زنده به گور کردن دخترها را هم منع قرار داد و کردار با غلامان هم تغییر داد. یعنی شما گاهی شنیده بودین شاگردان عزیز که دختران قبل از اسلام زنده به گور میشن. آیا جای خوانده بودین یا از کسی شنیده بودین در این قسمت؟ بله، آفرین. دخترای خوب ببینین که سنفیگه کتان میگه که بله من خوانده بودم و سنفیگه کتان گفت که من شنیده بودم. یا قصه های مثلا فامیل های کلان های فامیل برازنا در این مورد کرده بودن که زمانه که دختر یک نوزاد، طفل نوزاد به دنیا می آمد و او دختر می بود، او را مردم عرب برای خود چی می دانستن؟ برای خود عیب می دانستن که چطور خانه یزید دختر تولد شده و این خاطر دخترک را زنده به گور می کردن. ببینن که دین اسلام چی حقوق را برای زنها از امو آوان به وجود آمدن یا انتشار دین اسلام داد. اینا دین اسلام زنده به گور کردن دخترها را منع قرار داد، کردار با غلامان تغییر داد، او برخورده که سابق با غلامان میشد، ظلم بود، ستم بود، ولی این برخورد تغییر خورد و بالاخره در مجموع میدانیم بگویم که دین اسلام که یک دین کامل خداوندی هست که از جانب خداوند برای تنویر و اصلاح همه انسان های روی زمین توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ابلاغ کردیده. نگفته که تنها برای مسلمین یا برای مؤمنین، برای تمام انسان هایی که در کره زمین زندگی میکنن دین اسلام ابلاغ کردید. بی بود شاگرده عزیز ما، درس امروز ما شما که اوضاع عربستان قبل از اسلام بود. یک بار دیگه توجه بکنین، درس برتان فشرده میسازم، خلاصه میکنم. در اینجا میتونین که بعد نکاتی که مهم است به نظر شما او را برای خود یادداشت بکنین. گفتیم اوضاع عربستان قبل از اسلام. عربستان قبل از اسلام نه تنها در عربستان، حتی یک ده مردم جهان هم به خرافات و شرک عقیده داشتن، بت‌ها را می ساختن، او را پرستش می کردن. در مجموع در بیعدالتی و نابسامانی های اجتماعی در تمام جامعه حکم فرما بود. کنیز داشتن، غلام داشتن، با غلامان روی بسیار غیر انسانی می کردن. برای زنها هیچ حقوق قائل نبودن. دخترهای که طفل که نوزاد به دنیا می آمد و او دختر بود، او را زنده به گور می کردن. کسایی که پولدار بودن اونا از هر گونه مسئولیت برخوردار بودن و بر دست آوردن مال منال هر کار میتونستن انجام بدن. بالاخره برخ از بین بردن اینمی نابسامانی های اجتماعی، به خاطر از بین بردن اینمی ظلم و ستم، انحرافات اخلاقی و اجتماعی، خداوند از طرف خداوند جل جلاله به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یعنی دین اسلام ابلاغ میکنه برای مردم و مردم دعوت میکنه برای وحدانیت و خداپرستی و اینمی ظلم و ستم و نابسامانی های اجتماعی را از بین میبره
و پرستش بت‌ها را هم منع قرار میده. یعنی در مجموع گفته میدانیم که دین اسلام یک دین کامل خداوندی هست که از طرف خداوند برای تنویر تمام انسان‌های کره زمین به میان آمده و یا به حضرت امام صلی الله علیه و سلم ابلاغ شده. خب برای دیاز هم قسم که فشرده در سبرتان گفتم، امیدوارستم باز هم معلومات تاریخ تان در قسمت اسلام هم در این تاریخ اسلام سیده با خود گرفته باشین و به با معلوماتان افزوده باشه. باز هم مثل درسای قبل برای دیدرت هم یک چند سوال کارخانگی برتان آماده ساختیم. شما این سوالا را با خود یادداشت بکنین و جوابای از این سوالا را هم در کتابچه های خود نوشته بکنین. البته میتونین با کمک کتابتان هم این سوالا را حل بسازین. سوال اول هست که قبل از اسلام مردم عرب چی را پرستش میکردن؟ فقط یک نقطه جواب میگین چی را، یا یک کلمه جوابش چی را پرستش میکردن؟ سوال دوم است، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مردم را به چی دعوت نمودن؟ و سوال سوم است که زنده به گور کردن دختران چی وقت منع قرار داده شد؟ شما در درس خواندین که روضه عربستان همیشه خواندین، این سوال را میتونین که از روی کتاب هم حل بکنین و در کتابچه‌های خود نوشته بکنین. این بود شاگرده بسیار عزیز، دوست داشتنی، دخترکای خوب و لایق، درس امروز شما روضه عربستان قبل از اسلام. خدا کنه که در تا یاد گرفته باشین، سوالای کارخانگی هم با خود یادداشت کرده باشین. انشاءالله تا در آینده که باز هم در حضور شما حاضر خواهد شدم، شما را به خداوند بزرگ و لایزال مسپارم. شاد و موفق باشین با امید موفقیت و صحتمندی همه شما. خدا نگهدارت.